شدند. طالبان برای جلوگیری از تخریب مسجد 1000 ساله دست به اقدام شدند. کاظمی قمی به در مورد نگنجانیدن دیگر اقوام در حکومتشان به طالبان هشدار داد. معین وزارت داخله طالبان میگوید که کندک انتحاری. سلام با سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید، لطفا چنل ما را سابسکرایب کنید. طالبان شمار نیروهای پلیس و ارتش خود را حدودا 289,000 تن اعلام کردند. مقام های طالبان در وزارت دفاع و وزارت امور داخله شمار نیروهای این دو نهاد را حدود 289,000 نفر اعلام کردند. مقام های این دو وزارت طالبان امروز با نشر گزارش کارکردهای یک سالهشان را در مرکز رسانه های حکومت ارائه می کردند، این آمار را اعلام کردند. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته است که نیروهای اردوی ملی افغانستان طالبان حدود 150,000 عضو دارد. رسوی هم محمد حسن هاشمی معین تامیناتی وزارت داخله طالبان شمار نیروهای پلیس این گروه را حدود 139,000 تن اعلام کرده است. او گفته است که در مجموع 2,716 تن از اداره پیشین نیز با وظایف در ساختار این وزارت گماشته شدند. مقام های طالبان جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما این آمار شامل کارمندان اداری این دو نهاد می شود تا تنها نظامیان این گروه را در بر می گیرد. هنوز منابع تحقیقاتی و اطلاعاتی در مورد صحت و سقم آمار ارائه شده از سوی طالبان چیزی گفته نشده است. خبر بعدی، طالبان برای جلوگیری از تخریب مسجد تاریخی غزنی دست و دامن مردم شدند. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت برای جلوگیری از تخریب مسجد جامع تاریخی شهر قدیم غزنی و بازسازی این مسجد دست و دامن باشندگان محل زدند که چنده جمع‌آوری کنند. با گفته منابع مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در غزنی، شماری از بازرگانان و مردم محل را فرا خواندند و به آنان گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از تخریب مسجد بودجه کافی ندارد و باید خود مردم دست به کار شوند. منابع تصریح کردند که باشندگان شهر قدیم غزنی، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را در این راستا و بی‌تفاوتی متهم کرده و می‌افزایند که حفظ نگهداشت بناهای تاریخی از مسئولیت این وزارت است. با گفته آنان اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کار بازسازی این بنای مسجد تاریخی را آغاز کند، باشندگان محل نیز با سهم خویش ادای مسئولیت خواهند کرد. گفتنی است که سقف این مسجد تاریخی که بیش از 1000 سال قدامت دارد، به علت بارش و باران‌های سنگین یک هفته که می شود در این ولایت جریان دارد، نشست کرده و امکان فروریزی آن وجود دارد. خبر بعدی، قمی تا دولت فراگیر تشکیل نشود، طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفته است که تا زمانی که دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود، ایران طالبان را به رسمیت هرگز نخواهد شناخت. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است که جمهوری اسلامی ایران در شرایط امروز با طالبان تعامل می کند، اما تا دولت فراگیر تشکیل نشود آنها را به رسمیت نمی شناسند. به گفته او مسئولان طالبان به این جمع بندی رسیدند که دولت مشارکتی شکل بگیرد. شاید قبلا مخالف بودند، اما اکنون نظرشان تغییر کرده است. کم زمان نیاز دارد. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران تاکید کرده است که خالی کردن عرصه در افغانستان به این معنی است که تروریسم در آنجا قوی می شود و به سمت مرزهای ما کشیده می شود. در ادامه او به مشکلات امنیتی در مرز دو کشور اشاره کرده و گفته است طالبانی که حاکم شده هنوز در پاسگاه ها نیرو ندارند، لباس های متحدل شکل ندارند. او افزوده است که اگر جمهوری اسلامی ایران یک طرفه در مرزها امنیت برقرار کند مسئله نیست، اما باید این کار را انجام دهیم. گفتنی است که پیش از این ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بود. اکنون بپردازیم به تازه ترین جزئیات از پنجشنبه. درگیری دو طرفه بعد از 12 ساعت با تلفات سنگین طالبان در پنجشنبه پایان یافته است. این در حالی است که انتقال لاشه های اجساد طالبان در پنجشنبه، این گروه متجاوز و اشغالگر به قدری در پنجشنبه تلفات دارند که حتی سایر اجساد این گروه از یک هفته به این سو در صخره های هندوکش باقی مانده و هنوز کسی جرأت برداشتن آن را از صخره های مذکور نکرده اند.
خبر بعدی، معین وزارت داخله طالبان گفته است که کندک انتحاری افتخار ما است. نورجلال جلالی، معین وزارت امور داخله طالبان، با تایید نیروهای انتحاری در تشکیل نهادهای امنیتی طالبان میگوید که کندک انتحاری برای این گروه افتخار است. او که روز یکشنبه در برنامه حسابدهی و شفافیت در مرکز رسانه‌های حکومت سخنرانی میکرد گفت که کندک استشهادی جزء جهاد ما و افتخار ما است. معین وزارت داخله طالبان اما در مورد تعداد انتحاری ها گفت که شمار کم یا زیاد آن جزء اصرار است و لازم نمی‌بینیم که در موردش توضیح بدهیم. پیشتر از این سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان اعتراف کرده بود که صدها انتحاری را تربیت کرده و آنان آماده انجام حملات انتحاری هستند. او چند ماه پیش در نشست در ولایت کندهار گفته بود که 1050 تن از اعضای گروه شبکه حقانی در 1.5 دهه گذشته حملات استشهادی انجام دادند. سال گذشته در همین ماه سنبله خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان از ایجاد یک شاخه کندک انتحاری زیر نام لشکر منصوری در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان خبر داده بود. و تاریخ 14 جولای امسال سخنگوی والی طالبان در هلمند اعلام کرد که مولوی عبدالاحد بر اساس فرمان ملا حبت الله اخوندزاده رهبر گروه طالبان به حیث فرمانده کندک انتحاری این گروه تعیین شده است. و گفته او این فرمانده توسط یک هیئت اعزامی ملا حبت الله به اعضای کندک انتحاری قطعه عمری این گروه معرفی شده بود. مولوی عبدالاحد مشهور به مولوی طالب پیش از این به حیث والی طالبان در هلمند کار میکرد و یکی از فرماندهان مهم این گروه در این ولایت محسوب میشود. این در حالی هست که در جریان سالهای گذشته شهرهای افغانستان گواه مرگبارترین حملات انتحاری بوده و این حملات قربانان زیادی از افراد ملکی گرفته است که تا هنوز هم طالبان هیچ معذرت خواهی از کشته شده های غیر ملکی نکردند و حالا این عمل جنایتشان را بی‌شرمانه افتخار هم میدانند.